بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله لله رب العالمین درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار از احترام و ادب و وقت به خیر هم دارم محضر یکایی که شما خوبان در تربیت نسلی برای آینده گفتیم برخی از ویژگی‌ها و شاخصه ها رو از دوران تربیت پذیری فرزندانمون باید روش کار بکنیم در فرزندان اون ویژگی ها رو تقویت بکنیم نهادینه بکنیم که وقتی این فرزندان ما به دوره استقلال زندگیشون رسیدن و وارد ارساهای زندگیشون شدن بتونیم با این زیر هایی که در اونها شکل دادیم اونها رو سلامتشون رو در زندگیشون حفظ بکنیم دو تا ویژگی رو بیان کردیم یک اراده دو تاباوری از امروز میخوایم بحث اعتماد به نفس رو بیان بکنیم یکی از ویژگی‌هایی که انسان‌ها رو می‌تونه انسان‌های موفقی در آینده قرار بده انسان‌هایی هستند که حائز ویژگی اعتماد به نفسن اما اعتماد به نفس یعنی چی اعتماد به نفس یعنی انسان باور داشته باشه که خداوند متعال در وجود او ویژگیهایی رو قرار داده که این ویژگی ها رو میتواند برای رشدش برای تعالیش به منصه ظهور برسونه یعنی این باورداشتن توانمندی‌های های خدادادی رو بهش میگن اعتماد به نفس انسان رو خداوند یک انسان بی آفریده یعنی یک موجود بی دارای ویژگی هایی که و گنجینه های درونیی که اگر بتونه این گنجینه های درونیش رو بیرون بریزه قطعا بدونین یک انسان پرتوان انسان موفق انسان دارای یک روحیه خوب خواهد بود اما اینکه ما چگونه اعتماد به نفس رو در فرزندان باید تقویت بکنیم این راهکارهایی وجود داره که ما در چند برنامه میخواییم راهکارهای تقویت اعتماد به نفس رو برای شما والدین و خانوادا و مربیان محترم بیان بکنیم اولین راهکار برای تقویت اعتماد به نفس این است که فرزندانمون رو وابستگیشون رو به تدریج از خودمون کم بکنیم میدونیم بچه های وابسته معمولا اعتماد به نفسشون پایین میاد بچه ای که تو خوردنش وابسته به پدر و مادره الان ما گاهی سر سفره ها میبینیم بچه 6 هفت ساله که خودش میتونه غذاش رو بخوره میبینیم مامان یا بابا مثلا قاشق غذا رو پر میکنن تازه ادا هم در میان که هواپیما اومد درن تو باز کن بذارم تو دهنت ببینین اینها زمینه ای رو فراهم میاره که لطف در حق فرزند نیست بلکه خود این یک ظلم تربیتی در حق فرزندان محسوب میشه فرزندان رو باید اجازه بدیم ظرفیت و توانمندی‌هاشون هاشون رو استفاده بکنن بهرهگیری بکنن خب چطور میشه؟ اول اینکه باور داشته باشیم که این فرزندان کارهای خودشون رو میتونن به تدریج انجام بدن بچه که از دو سالگی ما بشخاب رو جلوش میذاریم قاشق و چنگار رو هم جلوش میذاریم اجازه میدیم خودش غذاش رو بخوره بله بچه تو این سن ممکنه ریخت داشته باشه ریخت و پاش داشته باشه ممکنه یک جای بازی گوشی هایی داشته باشه ولی اینا دوره گذره ما باید تحمل بکنیم این دوره گذر رو که فرزنده به اون بلوغ در غذا خوردن برسن گاهی در پوشیدن میدونی بچه کلاس اول ابتدایی هنون مامان صبح دلا میشه کفش او رو پاش بکنه در حالی که در نمودارهای روش میگن بچه ها از چهار سالگی دیگه خودشون میتونن کفشاشون رو بپوشن حتی قبل از چهار سالگی من دیگه اون نرم متوسطش رو گفتم برخی بچه ها از دو نیم سه سالگی دیگه بلدن این کار رو انجام بدن ولی اگر من آمدم او رو وابسته به خودم کردم یعنی دارم اعتماد به نفسش رو پای میارم بعد میدونین چه اتفاق میفته همین بچه کلاس اولی میره مدرسه میاد خونه به مامان مامان دوستم اذیتم کرد بیا فردا به خانم معلم بگو خب ببینید چرا در حالی که تو همون مدرسه ببینید تعدادی از بچه ها هستن در مواجهه با همین مشکلات داره مشکلش رو حل میکنه چون اعتماد به نفس داره ولی شما بچه‌ای که قضا دهنش میکنی کفششو پاش میکنی وسایل مدرسه شو جفت و جور میکنیم میذاریم تو کیفش لغمه شو مثلا توی جیبش میگذارید این رو نباید انتظار داشته باشین الان بره مدرسه مشکلش رو بتونه حل کنه بچه ای که میاد تو خونه گاهی قد ما تعجب میکنیم از برخی از رفتارها وارد خانه شده این بچه مامانش میگه خب اومدی برو لباس رو در بیا کیفت هم بذار سر الان نهار آماده میشه بیا نهارت هم بخور اما مامان رو بیا بشی یعنی انگار یک ربات رو داریم بهش برنامه میدیم او باید خودش متوجه این بشه لذا بچه ای که وارد خونه بشه بداند باید لباسش رو عوض بکن بدونه باید کیفش رو سر جاش بذار بدونه باید تکلیفش رو بنویسه بداند وقتی صفر پنج شد باید بیاد بشه تغذیه بکنه قضاش رو میل بکنه این بچه اعتماد به نفسش بالا میره و این در وحله اول و در مرحله اول در دست ما والدین است والسلام عليكم ورحمه الله